همزمان با انتشار گزارش‌های حاکی از اعزام نیرو و تجهیزات رزمی بیشتر به خلیج فارس برای مقابله با تهدیدهای بالقوه جمهوری اسلامی ایران، قانونگذاران دموکرات کنگره بر تلاش‌های خود به منظور محدود کردن اختیارات نهاد ریاست جمهوری در زمینه اقدامات نظامی افزودند. با شهلا آراسته از مقابل کنگره گفتگو می‌کنم. خانم آراسته، در مورد جزئیات این تلاش‌ها چی می‌دونید؟ موضوع این است که تیم کین سناتور دموکرات وعده کرد که هنگامی که طرح مجوز سیاست دفاعی آمریکا برای رأی‌گیری در سنا مطرح بشه، متممی رو پیشنهاد خواهد کرد برای الحاق اون که هدف اون بازداری از هر گونه اقدام نظامی توسط دولت آمریکاست، مگر اون که برای دفاع از آمریکا باشه، که باید مگر اینکه کنگره یک مجوز جداگانه برای اقدام جنگی تصویب بکنه. قصد تیم کین دنبال اقدامات تام اودل و سناتورها کریس مرفی، دو سناتور دموکرات هستش که چهارشنبه این هفته کوشیدن که یک متممی رو به در سطح کمیته روابط خارجی سنا تصویب بکنن، که ولی با مخالفت اعضای جمهوری‌خواه این کمیته روبرو شد در همین زمینه. سناتور جیمز ریش، رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی سنا، بخشی از مصاحبهش رو با تلویزیون ملی پی بی اس آمریکا که در ارتباط با ایران انجام داده منتشر کرد، که در اون میگوید که باور داره نیروهای جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های نیابتی اون که توسط تهران آموزش دیدن و مسلح شدند به دستور رژیم ایران حملات اخیر را در عراق انجام دادند و هر گونه، هر فرد و گروهی که از به دستور رژیم ایران این حملات رو انجام داده باشه، به معنای حمله به علیه آمریکا و علیه منافع آمریکا محسوب میشه. سناتور ریش از هر گونه اقدامات دولت برای مقابله با تهدیدهای ایران حمایت کرد و پاتریک شنهان، سرپرست وزارت دفاع، هم دیروز در پنتاگون به خبرنگاران گفت که حضور ما در منطقه ماموریت ما بازدارندگی است. ماموریت ما برای جنگ نیست. حفاظت از آزادی رفت و آمد، مبارزه با تروریسم در عراق و سوریه و القاعده در یمن و امنیت اسرائیل و اردن است. اول این هفته مقامات دولت با حضور در سنا و همینطور مجلس نمایندگان در گفتگو با قانونگذاران گفتند که اقدامات بازدارنده آمریکا تاکنون در این ارتباط مؤثر بوده. شهلا آراسته در مقابل کنگره، ممنون از شما.